همراهان صفحه 333 سلام. جذابیت‌های بازار کریپتو باعث شده که افراد زیادی سرمایه گذاری و معامله توی این بازار رو شروع کنن. اما توی بازاری که همه چیز وابسته به چند تا رشته کده، چجوری باید از دارایی‌ها محافظت کرد؟ حتماً تا آخر این ویدیو همراهمون باشین، چون امروز می‌خوایم نکات مهمی در مورد گذاشتن رمز عبور توی حوزه کریپتو بگیم تا از حمله هکرها و خالی شدن حسابتون جلوگیری کنین. توی دنیای رمزارزها همه چیز وابسته به چند رشته کد و کلمه است. چه این فضا خبری از گاف صندوق و روش‌های فیزیکی برای تأمین امنیت دارایی نیست. توی سیستم‌های سنتی، بانک‌ها و نهادهای امنیتی از دارایی‌ها محافظت می‌کنن. اما توی دنیای ارزهای دیجیتال، خود سرمایه‌گذار و تریدر مسئول تأمین امنیت دارایی‌هاشون هستن. روز به روز به تعداد معامله‌گران بازار کریپتو اضافه میشه و کاربران زیادی وارد این حوزه میشن. به همین نسبت حجم کلاهبرداری ها و جرایم اینترنتی و مالی هم بیشتر شده. پیش پا افتاده ترین راه برای هکرها حمله به دارایی های کاربران جدید و تازه کاره. به خاطر همین گذاشتن یک رمز عبور امن برای این فضا یکی از چیزهای مهم و اساسی این بازاره. در واقع یک پسورد قوی اولین خط دفاعی برای مقابله با هکرهاست. در ادامه راهکارهایی رو برای گذاشتن یک رمز ایمن بهتون معرفی میکنیم. 1. استفاده از رمز عبور طولانی و پیچیده. پسورد هرچی طولانی تر باشه شکستنش سخت تره. به همین دلیل موقع گذاشتن پسورد از کاراکترهای زیادی استفاده کنین. به علاوه این که بهتره پسوردتون ترکیبی از کاراکترها مثل حروف، اعداد و علائم باشه. وبسایت security.org زمان شکستن پسوردها رو بهتون میگه. با توجه به این وبسایت شکستن پسوردهای ترکیبی قوی ممکنه تا 200 سال هم طول بکشه. 2. استفاده نکردن از اطلاعات شخصی. استفاده از اطلاعات شخصی مثل تاریخ تولد، تاریخ ازدواج، اسم خیابون محل زندگی، اسم حیوان خونگی و غیره توی پسورد کاملا اشتباهه. اگر از اطلاعات شخصی استفاده کنین، پسوردتون به راحتی قابل حدسه. هکرها معمولاً پسوردهای مختلفی رو تست می‌کنن و یکی از اصلی‌ترین فرمت‌ها ترکیب اسم شخص با سال تولدشه. واسه تشخیص همچین رمز ساده‌ای لازم نیست نابغه باشین. پس دقت کنین که استفاده از هر کلمه یا عددی که به زندگی شخصیتون مربوطه شما رو یک قدم به هک شدن نزدیک‌تر می‌کنه. قبل از ادامه بحث ازتون میخوایم که به چنلمون سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین تا از آپلود ویدیوهای بعدی ما با خبر بشین. با ما همراه باشین چون هنوز 3 راهکار دیگه مونده که حالا میخوایم بهتون معرفیشون کنیم. 3. استفاده نکردن از رمز عبور تکراری. استفاده از یک پسورد برای چند تا پلتفرم کار اشتباه و خطرناکیه. همچنین استفاده از پسوردهای قدیمی امنیت دارایی رو پایین میاره. همه ی ما دوست داریم از یک رمز برای همه ی پلتفرم های اینترنتی استفاده کنیم، چون اینجوری خیلی راحت تریم. با این حال موقعی که بحث کریپتو و دارایی های دیجیتال باشه این کار کاملا خطرناک و غیر عقلانیه، چون ممکنه کل داراییتون رو از دست بدین. 4. استفاده از احراز هویت دو عاملی. فعال کردن احراز هویت دو عاملی یا اصطلاحاً FA2 ورود بقیه افراد به حساب کاربری شما رو تقریباً غیر ممکن می‌کنه. پس بهتره که این گزینه رو برای همه حساب‌های مالیتون فعال کنین. بیشتر صرافی‌ها این قابلیت رو دارن و میشه فعالش کرد. در این زمینه میتونین نرم افزارهایی مثل گوگل آثنتیکیتر رو هم نصب کنین. 5. استفاده از پلتفرم‌های مدیریت پسورد. حفظ کردن همه پسوردها کار سختیه. با این حال نباید پسوردهای خودتون رو توی مرورگرهایی مثل گوگل کروم ذخیره کنین. ذخیره کردن پسورد توی مرورگرها بیشترین کمک رو به هکرها برای دسترسی به اطلاعاتتون میکنه. با استفاده از پلتفرم‌های مدیریت پسورد میشه این مشکل رو حل کرد. در این زمینه نرم افزار لاست پاس یک پلتفرم خوب برای ذخیره و مدیریت پسوردهاست که امنیت زیادی هم داره. با نصب این نرم افزار کافیه که فقط یک رمز عبور رو حفظ کنی.
بعد از ورود به محیط لاست پاس میتونین همه رمزهاتون رو ببینین. این نرم افزار قابلیت احراز هویت دو عاملی هم داره و میتونین فعالش کنین. امیدواریم که تماشای این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و اگر اینطور بوده برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و حتما اون رو به دوستان علاقه‌مندتون هم معرفی کنین. حالا بگین شما چه راهکارهای دیگه‌ای برای ایمن‌تر شدن رمز عبور حساب‌های کریپتویی بلدین؟ لطفاً نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برامون بنویسین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.